بسم الله الرحمن الرحیم. خب رسیدیم به قسمت دوم داستان ثابت ابن قیس انصاری، صحابه پیامبر که جزء اولین ایمان آوردگان در مدینه بود و خطیب و سخنوری بود که در محافل و جلسات پیامبر خدا صلی الله علیه و آله حضور داشت، که ایشون گفتیم که حسان ایشون خطیب بود و حسان شاعر بود، که وقتی هیئت ها می اومدن پیامبر بهشون می گفت پاشو صحبت بکن در برابر اون قبیله، یا حسان توش شعرتو بگو. و اشاره کردیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وقتی که ایشون رو دید که اینجوری دچار حالت استراب و نگرانی هست، به خاطر اینکه خب انسانه دیگه، اون حالات عبادات ممکنه تعریف هایی بشه ازش، دوست داشته باشه این تعریف ها رو، ترسیده بود مبادا هلاک بشه، گفت نه تو از اون گروه نخواهی بود، دوست داری که زندگی خوبی داشته باشی، دوست داری شهید بشی، دوست داری بهش بری. گفت یا رسول الله، گفت نه تو از همون گروه هستی، نگران نباش، اینها همه شامل حال تو خواهد شد. رسیدیم تا اونجا که آیه قرآن اومد، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداهاتون بالای صدای پیامبر بلندتر نکنید، که چرا اگر چنین کردید اعمالتون باطل میشه، چرا با پیامبر به گونه‌ای صحبت نکنید مثل اینکه شماها با هم صحبت میکنید. بالاخره این پیامبر خدا هست و این رو باید یاد بگیرید. این رو حتی ما هم وقتی که اسم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میاد باید متوجه بشیم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم با یک انسان عادی متفاوت، حداقل ادب و ادبیات اینها. بعد از این جریان ثابت بن قیس دیگه از مجالس پیامبر، جلسات پیامبر کنارگیری میکرد، چون ایشون پیامبر خیلی دوست داشت. با وجود اینکه پیامبر خیلی دوست داشت کنارگیری میکرد و سعی میکرد در خونش باشه و به جز نمازهای فرض خودشو حاضر نمیشد در مساجد، در محضر پیامبر نماز فرض رو میخوند میرفت. یه روز پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت خب کسی برای من نمیتونه خبر بیاره این ثابت بن قیس کجاست، ببین چه اتفاقی براش افتاده؟ یکی از انصار گفت یا رسول الله من میرم براتون خبر میارم. رفتن دیدن بله ثابت بن قیس تو خونش نشسته، غمگین، دل شکسته و حالت خوبی هم نداره. یا ابا محمد، اسم پسرش محمد بود، گفتیم چی شده؟ گفت حال خوبی ندارم، خیلی برام اتفاق بدی افتاده. گفت چه اتفاقی افتاده؟ گفت تو میدونی که من صدام بلنده، دست خودم هم نیست، صدای من بلنده، صدام بلند و قوی هست، به گونه ای که از صدای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هم بلندتره وقتی من صحبت میکنم، و دیدید که آیات قرآن نازل شد صداتون از صدای پیامبر بالا نبرید، من میترسم در جلسه پیامبر حضور پیدا کنم حالا از این به بعد و صدام بلندتر از صدای پیامبر باشه و خدای نکرده اعمالم باطل بشه و من جهنمی بشم. این شخص اومد پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و گفت بیا که این اتفاق براش افتاده، این نگرانه و سر همین اصلا دل شکسته است. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وقتی این رو شنید بهش گفت نه برو بهش، برو پیشش، بهش بگو که تو از اهل جهنم نیستی، تو از اهل بهشتی، جز بهشتیانی، تو از کسانی نیستی که جهنمی باشه. وقتی رفت این بشارت رو داد، این خیلی خوشحال شد، در طول زندگیش همیشه از این مسئله خوشحال بود که پیامبر یک چنین وعده‌ای بهش داده. ثابت بن قیس با رسول خدا صلی الله علیه و سلم در تمامی جنگ ها همراه بود به جز جنگ بدر، و خودش آماده کرده بود برای شهادت. در تمام جنگ ها با تمام قدرت وارد میدان میشد، تا جایی که لحظه به لحظه تا مرگش هم میرسید، چرا که ایشون آماده بود برای اینکه شهید بشه، اما مقدر نبود تا اینکه شهادتش در زمان پیامبر خدا اتفاق بیفته. اما رسول خدا صلی الله علیه و سلم از این دنیا رفتن به نزد رفیق اعلی، و بعد از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ما اشاره کردیم که حتی همون زمان حتی بیماریشون دیگه فتنه ها آغاز شده بود، و وقتی هم که خبر فوت پیامبر پیچید بالاخره گروهی مرتد شدن، شورش و ناامنی و دزدی و غارت، و از اون ور پیامبران دروغی و از اون ور مسیلمه کذاب. این بود که دیگه ابوبکر صدیق یک سپاهی رو گفتیم برای مقابله با مسیلمه کذاب فرستاده بود. خب سپاه انصار فرماندهیش به عهده کی بود؟ ثابت ابن قیس بود، و سپاه مهاجرین فرماندهیش با کی بود؟ سالم غلام ابو حذیفه بود که فرمانده سپاه مهاجرین بود، و خالد ابن ولید هم که فرمانده هم سپاه انصار بود و هم سپاه مهاجرین، و فرزندانی که اهل بالاخره با بادیهای قبایل اطراف هم بودن در این مسئله همراه بودن. جنگ بزرگی بالاخره در هر صورت در گرفت وقتی که اینها در برابر این مسیلمه قضا قرار گرفته. ما هم قبلا اشاره کردیم که نیروهای جنگاور قبیله متعصبی داشت بنو حنیفه، و تا جایی که این مرحله رسید که اینها تونستن به مرکز خیمه فرماندهی که خالد بن ولید بود حمله بکنن
و حتی اون خیمه رو اینها از جا کندن و حتی میخواستن همسرش رو بکشن یا به اسارت بگیرن که دیگه بالاخره در اون شرایط دیگه شرایط براشون فراهم نشد، برخی این وسط خودشون رو تونستن دفاع بکنن. و این خبر که به این گونه اتفاق افتاده بود در میدان جنگ، خیلی وضعیت خراب شد. همه اصلا ثابت بقیس وقتی وضعیت به این مرحله رسیده، خیلی دیگه احساساتش تحریک شد، خیلی ناراحت شد، در تمام غم و اندوه سینه‌اش و وجودش رو گرفته بود و گفت نگاه کنید چرا شما ها اینجوری شدی؟ چه اتفاقی افتاده؟ رو به اهل مدینه کرد، مگه برای شما چه اتفاقی افتاده؟ جوان ها چی شده؟ ما چرا امروز باید اینقدر ضعیف باشیم؟ چرا مثل که زمان پیامبر نمی جنگیم با اون شور و شوق و فلان؟ اینها رو کمی تحریک کرد، خودش دیگه به خودش اون را میگن عطر زد، کفن پوشید، به اصطلاح آماده جنگ کرد و گفت من آمادم برای شهادت. ای مسلمانان، ما باید همون جوری بجنگیم که زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم می جنگیدیم. ترس و بد بذارید کنار، امروز اگر ما شکست خوردیم خدا میدونه چه اتفاقی برای مسلمانان بیفته و شما دیگه خیلی بد این شکست رو ثبوت کرد با این سخنرانی کردن. رو به آسمان کرد، دستهاشو بلند کرد، ای خدایا، گفت نگاه کن که میدونی من بیزارم از این مسیلمه کذاب، از شرک مسیلمه کذاب، و این اعلام بیزاری میکنم و من حاضرم برای آماده هر گونه از کارهایی میشه. و از اینکه برخی از مسلمانان هم دارن کوتاهی میکنن، خدا منم به راحت از میخوام از تو، من مقصر نیستم. این با یک چنین رفتاری سبب شد که دیگه مسلمان هم تحریک بشن و خودش در میدان جنگ با تمام قدرت وارد میدان جنگ شد. از اون ور برای ابن مالک انصاری همراه شد، وارد این میدان جنگ شدن، جنگ صحنه جنگ شروع شد، عوض شدن. زید بن خطاب برادر امیرالمومنین عمر فاروق وارد میدان جنگ با قدرت بیشتری شد، سالم غلام ابو حذیفه وارد شد و گروه زیادی از مسلمانان اولیه است وارد میدان شدن، با تمام شهامت جنگیدن و خداوند دیگه اینجا صحنه جنگ رو نبرد رو عوض کرد و صحنه به گونه ای شد که دشمن شکست خورد. اما در این میدان جنگ که همچنین می جنگید، به قول معروف ثابت ابن قیس، بالاخره اونچه رو که پیامبر خدا بهشون وعده داده بود نصیب شد و چشمانش روشن شد به شهادت و به شهادت رسید بر اساس همون چی که پیامبر خدا وعده داده بود و سینه‌اش خنک شد و از اون طرف هم پیروزی نصیب مسلمانان شد. اما یه اتفاقی افتاد اینجا. ثابت بن قیس شهید شد. ایشون یک زره خیلی ارزشمندی داشت، گران قیمتی داشت. در حالی که شهید شده بود تو میدان جنگ افتاده بود، بالاخره صحنه جنگی بود و دیگه شرایط درسته که پیروز هم شده بودن، یکی از مسلمانان که رنگ رد میشد دید این زره قشنگی داره. خب مسلمان که از مسلمانی که با همراه است که غنیمت نمیگیره، از کفار میگرفتن، هرچی میگرفتن خمسش داده میشد، بقیه بین سپاه مسلمانان تقسیم میشد، خمسش به حکومت داده میشد. این اومد این زره رو ازش باز کرد و برای خودش برداشت، خوشش اومد از این. شب بعد از شهادت ثابت ابن قیس، یکی از مسلمانان اونجا خوابیدید. خواب دید که شخصی اومده، گفت تو کی هستی تو خواب؟ گفت من ثابت ابن قیس هستم. منو شناختی؟ گفت آره من تو رو شناختم. گفت نگاه کن، من بهت یک وصیتی دارم. گفت من بهت یک وصیتی رو میخوام بگم. اینی که فکر نکن این یه خواب معمولی داری الان میبینی و بگی خب خواب دیدم از قاص احلام، ول کنی. نه، من سفارش خاص دارم. بهت. من دیروز کشته شدم و به شهادت رسیدم. یک مسلمانی اومد با این چهره و با این قیافه و مواصفات، اومد این زره من رو برداشت و با خودش برد تو خیمه خودش و در اون خیمه و لشکرگاه خودش در جای این رو پنهان کرده در یک فلان محلی و یک قابلمه ای هم روش گذاشته که دیده نشه، قابلمه بزرگی یا هرچی بوده. برو پیش خالد ابن ولید و داستان رو براش تعریف بکن. و تا همین لحظه که الان تو خواب منو تو خواب میبینی هنوز این همونجا هست، هیچ جای نگرانی نیست، ولی اینو برو خبر بده که اینجوری. و یه وصیت دیگه هم بهت دارم، اونم اینه که فکر نکنی که این خواب، دوباره اشاره میکنه که این خواب از قاص احلام هست. برو به خالد بگو که وقتی رفت پیش خلیفه، دقت بکن نکته خیلی مهم، وقتی رفت پیش خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه بهش بگو که ثابت بن قیس این بدهکاری ها رو داره، فیش فلانی بدهکاره، فیش فلانی بدهکاره، چون میدونید که شهید همه چیزش بخشیده میشه جز بدهکاری. این خیلی مهمه، حق الناس نباید به گردن ما باشه. و فلخری فلانی فلانی که مثلا اینجوری هستن، اینا بعد آزاد بشن جز غلامانی که بودن و بگه قرض منو بدن و فلان بکنن. بالاخره اون زره رو هم بحثش بود که داده بشه بالاخره رو قرض و اینها. اون شخص از خواب بلند شد، رفت پیش خالد بن ولید، گفت بیا من همچین خواب دیدم.
همچین حرفی من زده شده. خالد گفت برید ببینید چی درسته یا نه. رفتن دیدن بله، در همون محل که اون شخص گفته بود زره هست و خواب دیده شده. خب بالاخره زهره رو برداشتن، خالد هم رفت پیش ابوبکر صدیق رضی الله عنه، براش تعریف کرد که این چنین اتفاقی افتاده و چنین شخصی چنین خوابی رو دیده. تا اون زمان همچین اتفاقی نیفتاده، بعدم کسی نقل نشده کسی بعد از مردنش در خواب وصیت کرده باشه. این مورد خاصی بود که در اون زمان رخ داد. حالا وقتی کسی نگه آقا مرده ما خواب دیدیم اینجوری، این دیگه خاصی بود که در اون لحظه اتفاق افتاده بود. اینها اصحاب پیامبر بودن، همین یه مورد بود، نه قبلش نه بعدش چنین چیزی اتفاق نیفتاده بود. در هر صورت خداوند ثابت بن قیس رو پذیرفت به عنوان یک بنده صالح خودش، شاگرد پیامبر، اتفاقی که افتاده بود. نکته ای که خیلی مهمه، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خیلی خوشحال میشد وقتی ثابت بن قیس با میساد جلوی این هیئت ها صحبت میکرد. یه اتفاق دیگری هم براتون نقل میکنم از زندگیشون. گاهی ما زندگی صحابه رو نقل میکنیم، همه فکر میکنن نه تو این زندگی اینها اختلاف و اینها نبوده، یه اختلافات پیش می اومده. نگاه کنید حتی من تو بین میبینید که زبیر همسرش، بین زید و همسرش، مثلا ام المؤمنین زینب، و اینجا هم همین جوریه، بین همسر ثابت ابن قیس و ثابت ابن قیس اختلاف شده بود. همسرش اومد گفت یا رسول الله من دیگه نمیخوام پیش ثابت ابن قیس باشم، نمیخوام با هم زندگی کنیم، به کاری کنیم ما از هم جدا بشیم. پیغمبر گفت خب اون مهری که به داده شده باغ رو برمیگردین؟ گفت آره من اون باغ رو برمیگردم، باغ برمیگردونم، که این رو اصطلاحا در فقه میگن خلعه. این رو در فقه میگن خل، که جالبه که وقتی هم که دقیقشون باردار هم بود، وقتی بعد جدا شده و فرزند به دنیا آمد، فرزند رو فرستاد پیش پدر ثابت ابن قیس. ثابت ابن قیس آورد پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. پیامبر چیکار کرد؟ ایشون رو از همون خرما طبق رسم عرب خیس میکنند و کف دهانش میمالند و یک زن شیرده ای هم گفت بگیرید که به این شیر بده و سرپرستی بکنه. خب این داستان رو گفتم که امیدوارم که تا این لحظات از این داستان ها لذت برده باشیم و بهره برده باشیم. تا روز دیگه و فرصتی دیگه، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.